درود بر شما. 21 آبان ماه 1400 خورشیدی و 12 نوامبر 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به داماد سالاری و فامیل بازی در مدیریت نظام جمهوری اسلامی با تمرکز بر این دولت سید محرومان و ضد فساد ابراهیم رئیسی. پرده آخرم به روال هم میشه آخر برنامه. آماری رو سال 2019، دو سال پیش، یعنی پیش از بیکاری‌های ناشی از همه‌گیری کرونا، سازمان بین‌المللی کار منتشر کرد که نشون میده ایران از نظر بیکاری جوانان زیر 25 ساله بعد از کشورهای شمال آفریقا، یعنی سودان، صحرای غربی، لیبی، جمهوری عربی صحرا، ایران در ردیف دوم کشورهای جهانه بعد از کشورهای شمال آفریقا با 26% بیکاری جوانان، یعنی از هر 4 جوان ایرانی یک نفر بیکار. و این آمار فقط جوانایی رو در بازار کار نشون میده که از راه‌های رسمی مثلا مراکز کاریابی دنبال کار هستن، یا اینکه کار میکردن اخراج شدن و جزء نیروی فعال هستند که دارن کار دنبال کارن. این آمار رو داشته باشین. فاجعه اینجاست که طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی قبل از شیوع کرونا بیش از 3,300,000 نوجوان و جوان ایرانی سن بین 15 ساله تا 24 ساله از جمعیت محصلان و بیکاران هم خارج شدن و به حاشیه رفتن. یعنی چی؟ یعنی یا ترک تحصیل کردن اگه محصل بودن، یا اگر دنبال کار بودن بدون هیچ امیدی به آینده رفتن کنار. اینا رو بهشون میگن جمعیت نیت در اصطلاح بین الملل، که یعنی دیگه نه امکان ادامه تحصیل دارن و نه اشتیاق یا مهارت ورود به بازار کار رو دارن به هر دلیل. در رتبه 34 جهان کشورمان ایران قرار دارد که طبق داده‌های آماری سازمان بین‌المللی کار و آمارهای وزارت کار 26% از جوانان 15 تا 24 ساله ایران طی سال 98 در ردیف نیت‌ها یا جوانانی که نه مشغول کار، نه مشغول مهارت آموزی و نه مشغول تحصیلند قرار دارند. آمار افزایش معتاد رو باید از داخل این جمعیت نوجوان و جوان فهمید. گل پسرا و دومادای حضرات حداقل دو تا شغل دارن که اولیش گل پسری و دومادیه، دومیش بعضی از این گلپسر و دومادا رو خواهم گفت که ببینید در چه موقعیتی هستن، چقدر تخصص دارن و چقدر در چه پست هایی هستن و چقدر در میارن. اون وقت میلیون ها جوان ایرانی هر روز امید به آینده رو بیش از پیش از دست میدن. چند درصد از جمعیت بیکار کشور فارغ التحصیل دانشگاهن؟ طبق داده‌های مرکز آمار ایران حدود 40% بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاه تشکیل می‌دهند. همین آمار جمهوری اسلامی اگه ملاک بگیریم، تقریبا از هر دو فارغ التحصیل دانشگاه یکیشون بیکاره بر طبق همین آمار جمهوری اسلامی. مرکز آمار جمهوری اسلامی آمده وضعیت بیکاری رشته‌های تحصیلی رو در 8 سال 90 تا 98 بررسی کرده. خیلی جالبه. بررسی وضعیت بیکاری رشته‌های تحصیلی مختلف در گروه فارغ التحصیلان نیز نشان می‌دهد بیشترین نرخ بیکاری مربوط به گروه‌های معماری و ساختمان است که بیش از 21% از کل جمعیت بیکار فارغ التحصیل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. خب بعد فارغ التحصیلای کدوم رشته‌ای کمتر از بقیه بیکارن تونستن کار پیدا کنن؟ کمترین نرخ بیکاری مربوط به گروه خدمات امنیتی است که سهم بیکاران فارغ التحصیل این گروه تحصیلی 4.4% از کل بیکاران فارغ التحصیل است. بله.
خیلی چیزا نشون میده این تفکیک آماری. بیشترین نیاز بازار کار مملکت به فارغ التحصیلان خدمات امنیتی مربوط میشه، نه مهندسی راه و ساختمان و معماری، نه پزشکی و دندان پزشکی و پرستاری و مامایی و غیره و غیره. نیازهای مردم. بازار کار مملکت امام زمان احتیاج نداره به متخصص و نخبه. اونایی که متخصص و نخبن میتونن بزنن از کشور بیرون، خب میرن. یا آمار بدم، مجله اکونومیست در سال 2015 گزارش تحقیقی از اختراع‌های مهم جهان در 5 سال 2007 تا 2012 منتشر کرد. دارین می‌بینین این نمودار رو نشون میده 96% از اختراع‌هایی که توسط مخترعین متولد ایران در جهان ثبت شده مال ایرانیان مهاجر. 96% تقریبا همش، یعنی تقریبا همه اختراعی که در این سالها ایرونیا کردن، ایرونیایی بودن که از ایران مهاجرت کردن. واقعا برای هر کدوم این آمارها باید برنامه‌ها گذاشت و اینا رو تحلیل کرد. روشنه. خب اکثر کسایی که همین نخبه هایی که، یا همین کسایی که اومدن بیرون با درس خوندن و رسیدن به مرحله‌ای که جز مخترعین شدن، اینها تونستن بزنن بیرون به هر حال، خودشون خانواده‌شون حالا هر کی. اکثر این جوانان تحصیل کرده که نمیتونن مهاجرت کنن در نظام مقدسی که بر پایه دوماد سالاری و فامیل بازی و دوست سالاریه، متخصص 20 چند سال درس خونده، یک دکترا گرفته، باید چجوری زندگی بخور و نمیرش رو تامین کنه تو ایران با اوضاعی که نان مسئله اصلی اکثریت مردم شده؟ اگه چند ما کار گیرد نیاد از گشنگی میمیری دیگه. این شعار نیست، این واقعیته. حتی برای خرید یه دونه نون خالی معطلی، غذا که بماند، یک املت ساده برای 4 نفر، یعنی 8 تخم مرغ، 2 تا برای هر نفر، 50 گرم کره، نیم کیلو گوجه، 2 یا 3 تا نون، میشه 40,000 تومان. دو وعده در روز همین غذای 40,000 تومانی رو بخوری با چند تا چای قمپلو یا چای شیرین در طول روز، میشه حدود 100,000 تومان. تازه امروز، معلوم نیست دو ماه دیگه چقدر بشه، حدود 100,000 تومان در روز فقط همین غذای ساده‌ای که عرض کردم. یعنی باید حداقل ماهی 3,000,000 تومان فقط واسه دو وعده روزانه املت ساده بدی، بقیه خرجات دیگه اضافه بر این 3,000,000 تومان. چند درصد از فارغ التحصیلای دانشگاه راننده آژانسن یا پیک موتوری هن؟ یا به هر حال به کارهای غیر از رشته تحصیلیشون اشتغال دارن، فقط واسه اینکه بتونن زنده بمونن. بر اساس آمار وزارت کار 85% شغل‌های کشور تناسبی با تحصیلات دانشگاهی ندارد. چرا؟ چون شغلایی رو که تناسب با تحصیلات دانشگاهی دارن گلپسرها و بیسوادهای دیگهی که شغل اولشون دومادی حضرات حاکمه اشغال کردن. پیام کهتری انبر که آخر برنامه هفته پیش بهش اشاره کردم، مدیر کارگروه سعید جلیلی تو انتخابات ریاست جمهوری که حالا شده مشاور وزیر نفت با حقوق ماهانه 32,000,000 تومان، کیه؟ متولد سال 1365، اهل روستای نصرت آباد لکلک بخش پیر سلمان و دارای کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف. او خود را اینگونه معرفی کرده است:
بنده در روستای نصرت آباد لکلک زندگی کردم و در پایگاه بسیج و مسجد آنجا فعال بودم که در آن فعالیت داشتم. در حقیقت بخش اعظمی از فعالیت‌هایم در مسجد روستا و پایگاه بسیج خلاصه می شود. در دانشگاه هم عضویت فعال بسیج دانشجویی را داشتم و در بخش علمی بسیج مسئول کارگروه اقتصاد و نفت بودم. حضرت آیت الله رئیسی که به وزیر نفتش میگه کهتری رو بهش پست بده، تو بدبستون با سعید جلیلی یه بدهی بهش داشت. جلیلی تو انتخابات 1400 به نفع رئیسی کنار رفته بود، خب اینا بعد یه جوری جواب میداد دیگه. وضع مملکت و بیکاری و شایسته سالاری و اینا، انگار این حاکمان انگار واقعا دارن در مریخ زندگی میکنن. بعد این بدبستون مسئولان به همدیگه خودش واقعا داستانی است. نهم آبان 1400 بانو لاله حاجی خانم لاله افتخاری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت روش رئیسی روش امامان است. همون روز گلپسرش پست گرفت، شد سرپرست مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد. اسکانیوز از قول روزاروز نوشت صبح لاله افتخاری گفت روش رئیسی روش امامان است، عصر پسرش پست گرفت. بله، دارین میبینین دیگه، حسین آمریان پسر لاله افتخاری شد سرپرست مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد. حالا اصلا مهم نیست که این گل پسر سرپرست مؤسسه حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد میشه، اصلا چی به چی ربط داره، چی خونده، چقدر حالیشه. انتصابای فامیلی و دومادی و بدبستونی که با دولت رئیسی مثل سونامی را افتاد، طبیعتاً خب خیلی سر صدا کرد تو رسانه ها. تو همین یکی دو هفته سه هفته دو گذشته رئیسی آمد در جلسه کابینه، یعنی همه منتظر بودن این رئیس جمهور که ضد فساد میگه و اینا بیاد مثلا جلو این سونامی رو بگیره. اومد در جلسه کاری نداریم که صبح یارو گفت قربونت برم از گل پسرش رو کرد فلان. اومد در جلسه کابینه آقای رئیسی به اعضای هیئت دولت گفت از انتصابهای شایستتون دفاع کنید. انتصابات رو عزیزان دقت کنن، این فضاسازی هایی که در بیرون بعضا داره میشه که آقا نمیدونم در اینجا یا در بخش هایی از دولت انتصابات برخلاف مقررات صورت میگیره، اینو هم عزیزانی که در اون حوزه هستن، در حوزه هایی که مورد در واقع اتهام قرار بگیرن، اگر نیستش اینو جانانه دفاع کنن. جانانه دفاع میکنن. وقتی فیش حقوقی 32 میلیون تومانی کهتری انبر مشاور وزیر نفت فاش شد، وزارت نفت آمد جانانه دفاع کرد. پاسخ وزارت نفت به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان که اولین بار اون فیش حقوقی رو افشا کرد، نوشته به کارگیری نیرو از اختیارات وزارت خونه است و جانانه دفاع کرده از این استخدامش در باره فیش حقوقی 32 میلیون تومانی پیام کهتری. گفته ازتون شکایت میکنم که فیش رو منتشر کردین. آفرین، باز نشون دادین، دمتون گرم، میتونیم بخونیم الان. میگه درباره انتشار اسناد طبقه بندی و دارای مهر محرمانه وزارت نفت، دارای مهر محرمانه وزارت نفت ضمن دعوت آن رسانه و دیگر مراجعی که به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان استناد میکنن به رعایت ماده 31 بند 6 مادهش فلان فلان قانون مطبوعات درباره انتشار اسناد محرمانه تاکید میشود که حق پیگرد قانونی در این زمینه برای وزارت نفت نزد مراجع قانونی محفوظ است. یه ریپ الکی، اصلا فیشای حقوقی طبق قانون خودشون محرمانه نیست. مهر محرمانه رو هیچ فیش حقوقی نمیخوره که انتشارش محرمانه باشه. این وزیر نفت دولت ضد فساد
نامه و فیش محرمانه زده تا مشتش وا نشه. که اول دیدین روی فیش زدن محرمانه و که مثلا این جزء اسناد طبقه بندی باشه. خب ولی مشتش وا شد. رو که نیست. بعد میاد میگه ازتون شکایت میکنم فلان فلان. واقعا ببینین چه میدونم به قول شما چه شیر تو شیریه در دولت این وزیر نفت که مهمترین وزیرهای دولت ضد فساد آقای رئیسی. حالا ادامه صحبت رئیسی تو همون صحبت در جلسه هفته گذشته هیئت دولت رو بشنویم. من در خود انتخاب عزیزان واقعا اون چه در نظر گرفتم در هر جا مسئله مقررات و مسئله شایسته سالاری بوده. شایسته سالاری یک شعار نیست در این دولت. شایسته سالاری یک محوری است که همواره بهش تأکید شده. ما هم در این دولت میخوام اجرایی و عملیاتیش کنیم. میکنین خب. خود حضرت عالی آقای رئیسی دختر خاله زنت چه پستی گرفته وقتی تو رئیس جمهور شدی؟ دختر خاله همسر گرامیتون خانوم حاجی خانوم زینب کت خدا شایسته تر نبود از این زینب خانوم که بشه رئیس دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؟ دوستان نوشتن این انتصاب را باید به مادرش که می شود خواهرزن آیت الله علم الهدا چون رئیسی دوماد علم الهدا است دیگه اینو با هم فامیلا این انتصاب را باید به مادر زینب کت خدا که می شود خواهرزن آیت الله علم الهدا به شوهر خالش که بازم می شود آیت الله علم الهدا و به دوماد خالش که می شود حجت الاسلام رئیسی تبریک گفت. از قصه این طنزا این حزالی ها و این حجف ها واقعا گفته میشه ها تو فضای مجازی و اینا از خشم میدونین این پست دادن های اینجوری که یه پای حقوق 32 میلیون تومانی میدن پول تو جیبی به خاطر اینه که خود کسی که بهش پست دادن بعد راهش رو پیدا کنه که چی جوری و کجا برای آیندهش سرمایه گذاری کنه. یه پول تو جیبیه. توجیه حضرات هم اینه که ما حاج آقا ها ما آخوندا ما حاکمان ما مسئولان ما از بندزاده هامون یا دومادا و فامیلای نزدیکمون متقی تر متدین تر و مطمئن تر پیدا نمی کنیم برای مدیریت کشور امام زمان. بچه های مردم رو تو زباله و بازار بیرحم کار دفن می کنیم زنده مونده هاشون هم می فرستیم کشورهای دیگه حافظ حرممون باشن. بچه های خودمون رو تربیت میکنیم تا پول و امکانات به ما برسونن خودشون هم ببندن. این حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین پهلوانی امام جماعت مسجد جماران که با حکم آقا امام خامنه ای شده امام جماعت یک نمونه است در این زمینه از انبوه آخوندهای حاکم. حالا میبینین دیگه حجت الاسلام پهلوانی هر وقت دلش برای بچه هاش تنگ میشه یه روزه علی اصغر میخونه میره آلمان بچه هاشو میبینه برمیگرده دوباره روزه میخونه. صلی الله علیك یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي خلت بفناخ آمدم به کربلا به عهد خود وفا کنم آمدم به کربلا به عهد خود وفا کنم سر بدهم به راه حق خدای خود رضا کنم آمدم به یک دلم تا
که ز تیر هر ملم از غر شیر خار را به راه هم فدا کنم. اوج مظلومیت ابی عبدالله اون ساعتیست که این طفل تشنه رو تحویل گرفت برای اینکه سیراب کند و تحویل بده. اما وقتی برگشت این طفل پاره پاره رو با چه روی تحویل مادر بدن، یه قدم به جلو یه قدم به عقب، هر چه کرد نتونست به طرف خیمه ها بیار. اومد پشت خیمه ها مخفیانه یه قبر کوچکی با غلاف شمشیر قبر رو حفر کرد. طفل پاره پاره رو که خواست تو قبر بگذارد که وقتی ناله ی مادر رحمت الله و برکاته. حجت الاسلام پهلوانی امام جماعت مسجد جماران، ایشان سابقه ریاست عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کل کشور، ریاست عقیدتی سیاسی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در وزارت دفاع و مسئولیت مرکز آموزش و اعزام مبلغ نیروی قدس سپاه در محور لبنان، افغانستان و عراق را در کارنامه خود دارد. واقعا آدم خفه خون میگیره. از دومادای پست گرفته که مربوط به همین مسئولان نیروی انتظامی است، عرض کنم خدمتتون، وحید خاوه‌ای داماد اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی، با حکم پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از مدیرای جهادی سپاه پاسداران، پرویز فتاح، آقای وحید خاوه‌ای دوماد اسماعیل احمدی مقدم شد مدیر عامل بنیاد علوی در ایران. احمدی مقدم که از 84 تا 93 فرمانده نیروی انتظامی بود، به دلیل اختلاس و دزدی از تعاون ناجا و بدحسابی با دولت سر فروش نفت برکنار شد. سال 94 براش پرونده قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل شد. سال 97 کمیسیون برنامه بودجه مجلس گزارش حدود 40,000 میلیارد تومان از تخلفات نفتی دولت احمدی نژاد را منتشر کرد. در این تخلف‌ها نام دو سردار نیز مطرح شد: رستم قاسمی وزیر نفت و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی. بخشی از این تخلف‌ها مربوط به فروش نفت توسط نیروی انتظامی و بازنگرداندن پول آن است که بر اساس گزارش مجلس اسماعیل احمدی مقدم بابت آن به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم و چند فرمانده بنیاد تعاون نیروی انتظامی هم بازداشت شدند. خب اون دوتا که تو این گزارش دوتا فرمانده اصلی و اشاره شد، آقای رستم قاسمی که این تخلفات رو کردن 40,000 میلیارد تومان، رستم قاسمی که تو همین دولت ضد فساد سید محرومان وزیره، وزیر راه و شهرسازی، احمدی مقدم هم از فرماندهی نیروی انتظامی برش داشتن کردنش رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی. احمدی مقدم دهه 80 رئیس تعاون ناجا بود، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی. پرویز فتاح که الان رئیس بنیاد مستضعفانه، همون دهه 80 رئیس تعاون سپاه بود. حالا این پرویز فتاح آمده دوماد همکار قدیمیش احمدی مقدم رو کرده رئیس بنیاد علوی. با همین راحتی. سابقه وحید خاوه‌ای دوماد احمدی مقدم چی هست؟ یه مدت مدیر عامل، یه مدت فقط مدیر عامل شرکت اسکان ایران وابسته به بنیاد علوی بوده. قبل از اون عضو بسیج دانشجویی علم و صنعت و مدیر مسئول روزنامه مجانی ایران زمین بوده. این همه سابقش.
البته چماق کشی و آدم کشی خصوصیت ثابت شده همین شخصه. سال 78 مرداد 78 روزنامه دولتی ایران شروع کرد به انتشار ویژه‌نامه های استانی که مجانی پخش می شد برای تبلیغات به نفع احمدی نژاد که دور دوم هم رئیس جمهور بشه، همون ایران زمین. مدیر مسئول ایران کاوه اشتهاردی بود در دوره احمدی نژاد و وحید خاوه‌ای دوماد احمدی مقدم، این هر دوتا از چماقدارای حمله به کوی دانشگاه تهران بودن 18 تیر 1378 و اون کشتار دانشجو. کمتر از یک ماه بعد از حمله به کوی دانشگاه تهران، کاوه اشتهاردی مدیر مؤسسه ایران وحید خاوه‌ای رو اوورد تو مؤسسه ایران، کردش مدیر مسئول روزنامه‌های استانی. حالا اینشم جالبه، تو دولت رئیسی، جالب که چه ارز کنم، فاجعه ادامه دارد. تو دولت رئیسی همون کاوه اشتهاردی شده مدیر عامل خبرگزاری دولت، خبرگزاری ایرنا. وحید خاوه‌ای شده مدیر عامل بنیاد علوی. یعنی هرچی نخاله بوده تو دولت احمدی نژاد، تو دولت رئیسی کاری شده، مخصوصا که دومات باشه. این بنیاد علوی حالا چیکار میکنه؟ بنیاد علوی یک قول مالیش در نیویورک که همون بنیاد پهلوی مصادره شده است، که اول انقلاب رسما زیر مجموعه بنیاد مستضعفان بود، اما در فاصله خیلی کوتاهی برای اینکه بتونه تو آمریکا فعالیت بکنه به اسم سازمان غیر دولتی غیر انتفاعی ثبت شد. البته داستان 9 سال دادگاه و این داستان ها همش دنبالش بود که بگذاریم، اون داستان دیگری است. یه شعبه بنیاد علوی که تو ایران سال 1384 به عنوان بازوی محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان تأسیس شد و کلی محرومیت زدایی کرده. تا حالا چجوری پس این همه محروم داریم؟ کرده از راه های مختلف. چجوری؟ یکیش قرض دادن به مردم. ببینید، توجه کنید، من دو نمونه از کارهای اصلی که واقعا اصلی، بریم وبسایتش رو نگاه کنید اگر توی ساختمونش خبر ندارید، بریم وبسایتش رو نگاه کنید. بنیاد علوی در تهران سال 1384 تشکیل شده، الان هم آقای وحید خاوه‌ای دوماد اسماعیل احمدی مقدم مدیر عاملشه. خیلی خوب، چیکار میکنه؟ میگم یکیش قرض میده به مردم برای اینکه آبادانی و رفاه بیاره در مناطق مختلف ایران. یه گزارش که خیلی هم سر صدا کرده، همه جا عکسای گنده و اینا، حالا میبینید تیکشو، 18 میلیون تومان وام میده، میگه برو اشتغال زایی کن، 54 وام اشتغال زایی به مبلغ 10 میلیارد ریال به افراد جویای کار شهرستان ملکشاهی پرداخت شد و باعث اشتغال 65 نفر از محل دریافت این تسهیلات شدیم. 10 میلیارد ریال یعنی 1 میلیارد تومان بخش بر 54 می شود حدود 18 میلیون تومان. من نمیدونم با 18 میلیون تومان چجوری میشه اشتغال زایی کرد، کار را انداخت. این گزارش مالی این بنیاده که میگم، ها، نه اینکه نفری 1 میلیارد تومان دادن ها. نه، میخوان خودشون رو گول بزنن یا مردم رو گول بزنن؟ مردم که گول نمیخورن که دیگه. یه فعالیت دیگه هم میکنه بنیاد علوی که مستمر است و مهم، به اسم پویش، فعالیت های جهادی. پویش ملی با یاد علی گره گشاییم، با یاد علی گره گشاییم. این پویش در تیر ماه 1400 اعلام شد تا در هفته اول مرداد 1400 انجام بشه در سراسر کشور.
به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، رضا غلامزاده رئیس مرکز حرکت‌های جهادی و مردمی بنیاد علوی با اعلام خبر آغاز این پویش در تشریح جزئیات آن گفت در آستانه ایام الله قدیر 2000 گروه مردمی جهادی در 2000 محله کشور ضمن شناسایی مسائل مردم از قبیل کمبودهای زیرساختی، سلامت، معیشت و آموزش نسبت به حل آن اقدام می کنند. در آستانه ایام قدیر گروه های جهادی رفتن تو 2000 تا محله، مشکلات زیرساختی، سلامت، معیشتی، آموزشی مردم این 2000 محله رو حل کردند. کارشون این بود که وظیفه‌شون این بود. پول گرفتن برای این کار، برای حل کردن این. فقط اسمش میشه معجزه گذاشت. چین هم که 2 هفته یه بیمارستان ساخت برای مبتلایان به کرونا و در سرعت بیمارستان سازی یک نمونه شد، نمیتونه مشکلات زیر ساختی از جمله مثلا آب و فاضلاب و مشکلات معیشتی و مشکلات آموزشی و مشکلات سلامتی مردم 2000 محله رو در ایام قدیر حل کنه. ایام قدیر منظور شما همون یه هفته منتهی به عید قدیرشونه. و تازه روز عید قدیر هم به مردم این 2000 محله قضا بده. اینا ولی خب میتونن این کارو بکنن و دلیل هم دارن اصلا چرا این کارو میکنن. در حدیثی که از امام صادق است ایشان میفرمایند قضا دادن به یک مؤمن در روز عید قدیر ثواب اطعام 1,000,000 پیامبر و صدیق و 1,000,000 شهید و 1,000,000 فرد صالح در حرم خداوند را دارد. فقط قضا دادن به یک مؤمن. بر همین اساس، چون این حدیث رو ما خوندیم شنیدیم، بر همین اساس این حدیث برنامه اطعام نیز توسط گروه های مردمی و جهادی و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد. از همین حرفای آخوندی همون موقع پیدا بود که فقط پولی گرفته شده است و کاری انجام نمی شود. بودجه که گرفته شد دیگه هیچ خبری در هیچ رسانه ای، حتی به صورت تبلیغات درباره این نشد. حتی وبسایت خود بنیاد علوی هم هیچ خبری از این پویش با یاد علی گره گشاییم منتشر نکرد. چی شد؟ فقط شنیدم حوزه علمیه قومی سری طلبه ها جمع شدن برای اینکه ثابت بکنن که این علی منظور اون علی نیست که عید قدیر دارن براش میگیرن. اون علی این علیه، علی خامنه ایه. یه پویش اونا هم گذاشتن با یاد ولی گره گشاییم که بشه این اون ولی، اون ولی نیست و توجه رو جلب کنم به ولی فقیه زمان، ولی زمان. جدی میگم سرسام میگیرین اگر برین دنبال بکنین واقعا اینا داستانای این. اینا اگه صرفا نوندونی یه دلات و مفخور مثل وحید خاوهی دوماد احمدی مقدم و یه سری تبلیغات توخالی حکومت نیست، پس چیست؟ واقعا نوندونی برای یه مش مفخور و لات. باری یکی دیگه از این نابغه ها رو آقای رئیسی به مجلس معرفی کردن که بشه وزیر آموزش و پرورش. مسعود فیاضی برادر دوماد علیرضا زاکانی شهردار تهران به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد. من نامه‌ای که رئیس محترم جمهور هم
برای مجلس ارسال کردن خدمت عزیزان قرائت کنم. در اجرای اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله جناب آقای دکتر مسعود فیاضی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را به همراه مشخصات، سوابق و برنامه ایشان جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می نمایم. برنامه‌اش که برنامه دکتر مسعود فیاضی، برنامه‌اش که همون حرفای کلی ارتقاء سطح آموزش، ارتقاء وضع معلمان، ارتقاء فضای آموزشی حقیقی و مجازی و اینجور حرف هاست منتشر شده، در 11 بند آمده اینا رو گفته. واقعا هیچ چیز جز همین حرفای کلی که عرض کردم نیست که بخوام مثلا مکس کنم روی برنامه‌اش، وقت شما و برنامه رو بگیرم. این منتشر شده تو رسانه‌های سپاه، فارس و تسنیم و نسیم هست. سابقه‌شو بزنین براتون بگم یکم. غیر از اینکه برادر دوماد زاکانی شهردار تهرانه که اون شغل اولشه، 37 سالشه، سال 1373 یعنی 19 سالش بود وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شده، 14 سال بعد هنوز مدرک کارشناسی لیسانس هنوز نگرفته، میشه استادیار دانشگاه. این در رزومه آقا مسعود فیاضی هست. تاریخ ها هست دیگه، دارین میبینین دیگه، من دیگه وقت برنامه رو نگرم نخونمش. بعد مسئولان امر، یعنی پدر زن داداشش و اینا، میبینن این آدم درس بخون نیست. خب حزب اللهی هست ولی درس بخون نیست، خیلی هم حرف میزنه. یک کمیسیونی اومدن درست کردن برای همچین گل پسرها و دومادایی که اینجوریان اهل علم نیستن، اهل تقوا هستن. یک کمیسیون درست کردن به اسم کمیسیون نخبگان بدون مدرک. کمیسیون نخبگان بدون مدرک که این فیاضی هم یکی از همین نخبگان بدون مدرکه، بهش یهو دکترا میدن، میشه دکتر فلان. آخون مگه میشه از پس هر حق بازی بر نیاد؟ خبرگزاری فارس نوشته است فیاضی از سال دوم دانشگاه دروس حوزوی را نیز آغاز کرده و 9 سال دوره سطح و 15 سال دوره خارج را طی نموده است. یعنی اینجوری میخواد بگه بعد از 15 سال اگه نتونست لیسانس بگیره چون رفته بوده حوزه در نمیمده. در سال 1396 از طریق کمیسیون نخبگان بدون مدرک وزارت علوم پس از قبولی در آزمون جامع و دفاع از رساله دکترا با نمره عالی با درجه استادیاری و در رشته فقه و اصول تحلیلی و اجتهادی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حوزه روششناسی و منطق فهم دین شده است. او اکنون در دانشگاه و حوزه تدریس می کند. این آدمو معرفی کرده رئیسی که بشه وزیر آموزش و پرورش. دیروز پنجشنبه می دونید که در 54 شهر ایران تظاهرات و تجمع سراسری معلمان بود برای خواستهایی که سال هاست دارن فریاد میزنن و کلیشون هم کتک زدن و ولی و بعد قطعنامه ای صادر کردند و نوشتند حاکمان بدانند اعتراضات و تجمعات فرهنگیان و سایر اقشار معترض جامعه پاسخ به سوء تدبیر آنهاست. معلمان کشور اعلام می‌کنند پیشتر موارد اشکال لایحه ثبت شده در سامانه مجلس به وسیله شورای هماهنگی به آگاهی نمایندگان مجلس رسیده. بدون توجه به موارد یاد شده که
اشاره خواهم کرد، هرگز اجرای ناقص رتبه بندی و همسانسازی حقوق بازنشستگان را نخواهند پذیرفت. در صورت ادامه بی‌اعتنایی به خواسته‌های آنان در چند هفته آینده این اعتراضات به شیوه‌های گوناگون همچنان دنبال خواهد شد. خواستهایی که مطرح است: آزادی معلمان زندانی، آموزش رایگان و با کیفیت برای جوانان، اجرای نظام رتبه بندی 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها، اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، بستن پرونده‌های فعالان صنفی، مشکلات آموزشیاران نهضت سواد آموزی، رسیدگی به مشکلات مربیان پیش دبستانی، پاداش پایین خدمت بازنشستگان، پرداخت حق و تدریس معلمان، رسیدگی به مشکلات معلمان خرید خدمت و غیره و غیره. این برادر دوماد زاکانی فیاضی میخواد بشه وزیر آموزش پرورش که در برابر خیلی عظیم مشکلات 13 میلیون دانش آموز و 1 میلیون معلم چی بگه؟ این که لیسانس هم نگرفته، بعد نخبه بی مدرکه، بعد فقط حوزه میگن رفته و در نیامده، 14 سال یه 9 سال، بعد گفت 15 سال درس خارج خونده کجا، من نمیدونم خارج منظور درس خارج در حوزه است و نه خارج از ایران. و بعد یعنی اگرم چیزی میدونه فقط حوزوی است. این وزیر پیشنهادی آموزش پرورش حتی صدای یکی از آخوندهای سرشناس مجلس هم در آورد که اینو معرفی کردن به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش پرورش، مجتبی زنوری. آقای رئیس جمهور عزیز، گزینه‌ای که برای وزارت آموزش پرورش انتخاب می‌فرمایید یا باید شخصیت امتحان پس داده‌ای باشه که وقتی معرفی کردید به مجلس بهجت و خوشحالی بدنه آموزش پرورش رو در پی داشته باشه و استقبال مجلس، یا گزینه‌ای از درون خود وزارت فرهنگی‌ها این رو تحقیر و توهین به خودشون می‌دونن که یک گزینه این رو شما معرفی کنید که این رو از بطن آموزش و پرورش تلقی نکنن. ما گزینه‌های فراوان قوی داریم. بله، در سابقه مسعود فیاضی غیر از برادر دوماد زاکانی و غیر از اینکه 4 سال مسئول پرورشی و فرهنگی دبیرستان و معلم تربیتی بوده، دیگه خودتون میدونید، مسئول کنترل اطلاعاتی امنیتی دانش آموزا و معلم، کمتر از یک سال ایشون سال 99 معاون مرکز پژوهش‌های مجلس بوده که در دوره‌ای که پدر زنداداشش همین زاکانی امروز شهردار تهران رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بوده، این آورده بود بر دستش. یک تخصص ویژه داره، برای همینه که اینقدر مواظب بشن الان هم میخوان بکننش وزیر آموزش پرورش آقای مسعود فیاضی، متخصص سانسور کتاب و مجله و متن، سانسور کلمات، بستن فضای مجازی از طرفدار این طرح سیانت و این پرت و پلا هاست. یه که گزارش انتخاب رو ببینیم که همچین جمع جور اطلاعات لازم رو در این باره به ما میده و بعد بگذاریم. مجازی حتی در جستجوی فایل اصلی این طرح به اسم فیاضی برخوردن. فیاضی اخیراً از واگذار کردن اختیار گیت‌وی یا همان دروازه اصلی به شرکت خودش، او گفته بود که اجرای تصمیمات گرفته شده به نیروهای مسلح خبر داد. ستاد کل نیروهای مسلح مواظب فضای مجازی باشه. در حوزه آموزش پرورش نیز فیاضی در مقطعی مدیر مسئول مجله رشد بوده و برخی همکاران سابق او در این مجله توضیح دادند که در دوران مدیر مسئولی او سانسورهای بی سابقه ای بر مطالب شده، از جمله مثلا کلمه موسیقی رو باید حذف بکنی، خوانندگی و آهنگسازی بشود سرود و توشیح. یه همچین آدمی داره میشه وزیر آموزش پرورش. ما فرهنگی باسواد متخصصان آموزش و پرورش نداریم که، چون یا باید زندان باشن این متخصصان یا با وثیقه تو خونه هاشون
زندانی در واقع، محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، که جرم اصلیش اینه که طرح جامعه آموزشی ارائه داده که هیچ ربطی به آموزش ایدئولوژیک حکومت فقیهان نداره. بعد اینو میارن با. از دومادای پست گرفته از جمله مهدی حسین زاده، دوماد محمدی عراقی است. حسین زاده شده معاون اجتماعی فرهنگی شورای عالی مناطق آزاد. حکمشو اون سپاهی سعید محمد داد که فرمانده قرارگاه خاتم بود. این شخص استعفا داد که بشه رئیس جمهور، رئیس جمهور نشد، تو قرارگاه خاتم هم جاشو یکی گرفت، حالا رئیسی کردتش رئیس شورای عالی مناطق آزاد. حکم معاونت داده به مهدی حسینزاده به واسطه تخصص و درایت و سابقه مدیریتی آقا مهدی حسینزاده. حالا تخصص و درایت و سابقه مدیریتیش چیه؟ این شخص از سوابق کاری و فعالیت‌های اجرایی وی میتوان به مدیریت گروه مطالعات اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران اشاره کرد. تألیف کتاب علل انحطاط تمدن اسلامی از منظر شهید مطهری و نگارش چند مقاله بخشی از کارنامه فعالیت‌های علمی مهدی حسینزاده است. بخش دیگه هم نداره البته اینا بخوام بگم. چه ربطی به مناطق آزاد داره؟ خب نداشته باشه. مهدی حسینزاده دختر محمود محمدی عراقی رو گرفته. با جناقش هم جواد محمدی دبیر هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. هر کی بس بشه به محمدی عراقی کاری میشه. چرا اینقدر مهمه محمدی عراقی که دوتا دوماداش از صدقه سر زناشون یه همچین پستای بالای مدیریتی گرفتن؟ محمود محمدی عراقی هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم عضو مجلس خبرگان رهبری است، هم قبلا رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بوده، هم رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که مال رهبره، نماینده ولی فقیه در سپاه هم بوده، الان هم مسئول دفتر پیشوا در قم، ام القرای اسلامه. یعنی غیر از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که زیر مجموعه، حالا مثلا نظر اداری زیر مجموعه وزارت ارشاد، بقیه جاهایی که پدرزن مهدی حسینزاده بوده مثلا کار کرده و هست زیر نظر مستقیم پیشواست. تازه خود محمود محمدی عراقی دوماد مصباح یزدی است که رهبر معظم خیلی دوستش داشت دیگه. یادتونه مرد شورش به صدیقی گریان امام جمعه تهران گفته بود آیت الله مصباح هنگام قدس چشمش را باز کرد، یک نگاه مهربانانه کرد و چشمانش را بست. اینا که مرده هاشون هم چشاشون رو یهوا میکنن، نمیتونن برنامه داشته باشن واسه جوون کردن نسل جدید مدیریتی نظام مقدس؟ دوراندیشی میکنن، گل پسرها و دوماداشون برای بعد از مرگ خودشون دارن میارن تو کار. مهم تخصص نیست، مهم اینه که بتونن نظام رو به هر شکلی حفظ بکنن. حالا من نمیدونم دیگه اینجوری میتونن یا نه، تخصص نه تقوا. یکی دیگه از دومادایی که تو شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً پست گرفت، محمد آقاسی، دوماد یحیی رحیم صفوی است. رحیم صفوی مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی است و رئیس یه نوندونی به اسم پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس. آقاسی شده معاون بررسی و ارزیابی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی. سابقش چیه؟ مهمترین شغلش غیر از دومادی رحیم صفوی ریاست مرکز نظرسنجی حکومتی ایسپاست. ایسپا. و سابقش تدریس در دبیرستانهای منطقه 2 و 10 تهران، عضو کانون دوستداران جلال آل احمد و تو دوره دانشجویش که تا کارشناسی ارشد خونده، خودش میگه من مدرک کارشناسی ارشد دارم، عضو دبیرخانه دانشجوی جشنواره بیداری اسلامی و کارشناس پژوهش جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی و مجری چند تا برنامه توی
شبکه افق سیمای آقایون که دست عماریون مشتبه خامنه است. این شخص، این همه سابقه شده، این شخص شده مسئول ارزیابی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. اصلا برام مهم نیست تو این بحث که این شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش چیکار داره میکنه، و ولی این آدم مسئول ارزیابی فرهنگی اون شوراست. این دوماد سالاری و فامیل بازی فقط به دولت رئیسی یا مثلا شهرداری زاکانی و سلفش قالیباف اینا محدود نمیشه. دولت رئیسی فقط اشکالش این بود که از هول حلیم افتاد تو دیگ، یه خود صبر نکرد یواش یواش این انتصابا رو بکنه، وگرنه سر تا پای این نظام مقدس آلوده به فساد بی‌ضابطگی است. همین دو هفته پیش حاج فرشاد مهدی پور، دوماد حسن خجسته باقرزاده، برادرزن علی خامنه ای، شد معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد. دوماد حسن خجسته باقرزاده، حسن خجسته باقرزاده که همون شخصی است که خیلی جالبه، کوتاه اینو بگم باز بریم سراغ یکی دیگه شون. خرداد 1400 وقتی احمدی نژاد گفت تو انتخابات شرکت نمی‌کنه، تو همین انتخابات ریاست جمهوری چون رد صلاحیت شده بود، گفت من شرکت نمی‌کنم. بعد این آقای برادرزن رهبر معظم آقای حسن خجسته باقرزاده نوشت احمدی نژاد حرامی است، یعنی از حرم و حریم جمهوری اسلامی خارج. بلافاصله احمدی نژاد جواب داد که چون دنبال یکی میگرده یقش رو بگیره جواب بده، بلافاصله جواب داد که این خجسته همون کسی است که داشت میرفت اسرائیل، من جلوش گرفتم. فردی که همزمان با دولت نهم رئیس رادیوی جمهوری اسلامی بود، یعنی همین خجسته برادرزن رهبر، و با سوء استفاده از رسانه ملی به شدت علیه این جانب تخریب می نمود، علیه من احمدی نژاد، اخیراً و صرفاً به دلیل پافشاری این خادم ملت یعنی بنده بر حقوق مردم و ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و مردمی، در فضای مجازی این جانب را حرامی نامید. ظاهراً او فراموش کرده است که به مدت دو هفته به اتفاق خانوادهش میهمان یک شرکت اسرائیلی در هند بوده و قرار می شود در سفر بعدی از طریق ترکیه به تل‌آویو برود. پس از اطلاع این جانب به عنوان رئیس جمهور از این ماجرا و دستور جلوگیری از سفر به اسرائیل و نجات وی از این رسوایی و منجلاب، از ریاست رادیو عزل شد، لیکن بنا به مصالحی به مسائل ایشان رسیدگی نگردید. حالا حرامی کیه؟ این متن احمدی نژاد که خوند. بدبختی این ملت اینه که احمدی نژادی که نصف اعضای دولتش الان تو دولت رئیسیان شده آزادی خواه و مدافع حقوق مردم. این حسن خجسته باقرزاده که داشت میرفت اسرائیل، احمدی نژاد جلوش گرفت، اونم برای اینکه هدایتش کنه، فقط یه وقت نیفته مثلا به دام، میخواست بره اسرائیل. احمدی نژاد البته جلوش گرفت، داشتم فکر بیارم به این جلوش گرفت چون احمدی نژاد میخواست اسرائیل از کره زمین محو کنه دیگه. خب نمیخواست حسن خجسته برادرزن رهبر معظم بره اونجا، اسرائیل که محو میشه حسن خجسته محو بشه. بعد این حسن خجسته پدرزن فرشاد مهدی پوره که با حکم وزیر ارشاد دولت رئیسی شده معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و اتفاقا این حاج فرشاد از معدود آدمای انتصابی دولت رئیسی است که تو کار مربوط به پستی که بهش دادن یه جورایی یه مدتی بوده، مدیر و سردبیر روزنامه صبح امروز بوده که مهمترین سابقه فرشاد مهدی پوره، اصلا از سال 95 تا 99 مدیر و سردبیر صبح امروز بوده. روزنامه صبح امروز چیکار میکرد؟ خود فرشاد مهدی پور از واضح میگه دیگه، نمایش غرب، غرب زدگی و غرب گرایان برای ما خیلی اولویت داشت. یعنی ما هر جایی که فکر میکردیم میتوانیم تصویری از غرب ارائه بدیم، تصویری از غرب زدگی ارائه بدیم،
غربگرایی رو نشون بدیم کار میکردیم. مقیاس ملی داشت، مقیاس منطقه‌ای داشت، مقیاس جهانی داشت. مثلا در نظر بگیرید ما مجموعه ای از گزارش ها منتشر کردیم راجع به وضعیت فرهنگی عربستان. فکر میکنم تقریبا هیچ رسانه دیگری این کاری که ما کردیم و انجام نداد. اگه دقت بکنید عربستان مدت ها بودش که سینما رو انداخت، در واقع خواننده دعوت میکرد، کار شبیه به این انجام میداد. ما کلا یه صفحه ای رو اختصاص داده بودیم به اینکه موقعیت غربی شدن عربستان رو هی باز کنیم، راجبش گفتگو کنیم. حاج فرشاد پیرو منویات شوهرخواهر پدرزنش آقای امام خامنه ای، به شدت غرب ستیز و تروریست پروره. گفتیم اگه بین الملل خیلی مهم بود راجبش حرف میزنیم. واسه همین که مثلا محور مقاومت گفتیم، من خبرنگار انگلیسی نداشتم، من خبرنگار عربی داشتم. یعنی من خبرنگار انگلیسی تو روزنامه نیاوردم هیچ وقت، خبرنگار عربی آوردم تو روزنامه، چون برام محور مقاومت موضوعیت داشت. این شخص الان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاده. واقعا مطبوعاتی ها همین یکی کم داشتن. وقتی دوماد سالاری یه سرش تو بیت رهبر معظم است، بدیهی است که این شیوه مرزیه همه چیزا زیر نگین آقا باشه. این خب در تمام بخش های حکومت پخش میشه. قدیمی ها میگفتن نگاه به دست ننه کن مثل ننه قربیله کن، نگاه به دست علی کن مثل علی قلبیله کن، قلبیله کن، قربیله کن. عرض کردم دولت رئیسی از حول علی افتاد تو دیگ، انقدر پست دادن به دومادا همون اول کار که صداش زود در اومد. دولت قبلی، دولت روحانی اگه از این کارا میکرد، سعی میکرد تا حد ممکن بی سر صدا باشه، وگرنه رکورد دوماد بازی و گل پسر بازی همچنان دست رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی است. دومادش مصطفی ملکی شد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور. یه دانشگاه کمش بود. تو دو تا دانشگاه بودن طبق قوانین خودشون غیر قانونی است، اما نه برای خودشون، مخصوصا که دوماد وزیر کشور باشه. بعد فرصتمون کمه، من سریع عرض کنم خدمتتون. طبق قانون اعضای هیئت علمی رسمی و یا پیمانی دانشگاه‌های دولتی نمیتوانند در جای دیگری عضو رسمی باشند. قوانینی که ظاهرا برخی از شمول آن خارج هستن. اصلا استاد دانشگاه نداریم که بخوایم دعوتش کنیم برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه. این دوماد هم خب وزیر کشور ازش راضی بوده، دخترش هم ازش راضی بوده. حالا استاد نباشه، استاد یاره، خب چه عیبی داره؟ حقشه که دوماد وزیر کشوره تو چند تا دانشگاه به جای چند تا استاد بشه عضو هیئت علمی. تازه گلپسر رحمانی فضلی هادی میشه مشاور وزیر اقتصاد و عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی وزارت کشور. رحمانی فضلی که خواستم دور و برم باشه، هواشو داشته باشم. و دوماد آبجیشم، دوماد خواهرشم میاره یه پست نون آبدار دیگه بهش میده. تا چه میدونم سلمان سامانی که سیدم هست، این بهش پست میده ریاست مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور. بعد نمیدونم به خواهرزادش، به زنش صداش در میاد، به فامیلای زنش پست میده. دو تا برادراشو میاره تو کار، یکشونو میکنه مشاور خودش، یکی دیگه سعید راحتی قوچانی، اونو سعید و خلیل، اون یکی رو میکنه قائم مقام سازمان شهرداری ها. باری این آدم جنایتکار که در کشتار آبان 98 گفت ما فقط به سر تیر نزدیم، به پا هم زدیم. بریم پرده آخر زود. خب طبیعتا آقایون سرگردنشون بازه، آستیناشون گاهی وقت کوتاه بازه، یا مثلا روی پاشون ساق پاشون کم بازه. اینها اگر با قصد لذت و جلب توجه شهوانی نگاه بشه، نگاه کردن خانم به این قسمت ها مسلما حرام خواهد بود. در غیر این صورت حرام نیست، ولی احتیاط در اینه که انسان مراعات کند که بعضی وقتا بعد از نگاه زمینه گناه ایجاد میشه. در رابطه با اینکه مرد نسبت به زن نگاه کنه، گفتیم کلن بدن زن رو نگاه کردن، موی زن رو نگاه کردن حتما حرامه. ولی خب اگر گردی صورت زن بیرون باشه یا مچ دست تا سر انگشتان، اینجا اگر مرد به قصد لذت نگاه کنه که حتما حرامه، و
ولی اگر قصد لذت نباشه حرام نیست، ولی احتیاط در این است که انسان این کار نکنه، چون بعداً زمینه وقوع در حرام مهیا میشه. شب و روزگار خوش.